بهار سال 1998 میلادی، برای نخستین بار سپ بلاتر کاندیدای ریاست فدراسیون بین المللی فوتبال شد و ماه ژوئن همان سال توانست با کسب 111 رأی موافق پیروز انتخابات شود. اکتبر سال 2010 میلادی روزنامه سندی تایمز نخستین مورد مشکوک به فساد در فیفا را برملا کرد. بنابر تیتر این روزنامه، یکی از مسئولان جام جهانی پذیرفته بود که رأی خود را برای حق برگزاری مسابقات جام جهانی 2018 به یکی از رقبای انگلیس بفروشد. کنفدراسیون فوتبال آفریقا در حالی از حضور آقای بلاتر در دور بعدی ریاست فیفا حمایت کرده که میشل پلاتینی پیشتر از او خواسته بود تا از شرکت در انتخابات انصراف دهد. حمایت کنفدراسیون فوتبال آفریقا از آقای بلاتر در حالی صورت میگیرد که از جمله اتهامات متوجه مقامات فیفا دریافت رشوه در قبال واگذاری حق برگزاری جام جهانی سال 2010 به آفریقای جنوبی است. آقای بلاتر چندی پیش در مصاحبه‌ای در مورد انگیزش در مورد ادامه حضور در ریاست فیفا گفته بود: من پر از انرژی هستم و هنوز کارم را در فیفا تمام نکردم. اتهام‌های فساد مالی در فیفا به طور اخص شامل دریافت رشوه و پولشویی است. مقام‌های قضایی سوئیس اعلام کردند که تحقیقات خود در مورد واگذاری مسابقات جام جهانی به روسیه و قطر در سال‌های 2018 و 2022 را آغاز خواهند کرد.